روزگاری آدم و حوا در منزل خدا که باغ عدن بود جایی داشتن. نور بود، خوشی بود، صفا بود، مقامی داشتن. درد و غم و رنج و بلا هیچ. عشق بود، مهر بود. دست در دست هم، یار و معشوق چه حالی داشتن. تا که شیطان آمد و آن رویا برباد داد. نقشه نابودی انسان را یاد داد. تا فراموش گردد آن حرمت و آن اعتبار و آن مرتبت. آن حیات جاوید و آن شکوه و آن منزلت. اما حکایت به اینجا تمام نشد. همه به خوبی می‌دانیم که عشق و محبت خدای یهوه بعد از اینکه آدم و حوا از باغ عدن رانده شدن، اونها رو پیگیری کرد و به اونها وعده داد، قول داد. در کتاب پیدایش 3:15 می‌خوانیم از اون وعده که اعلام می‌کنه که از نسل زن یعنی مریم باکره کسی خواهد آمد، که کسی آمد و اون عیسی مسیح که سر شیطان را خواهد کوبید. آمین. این وعده خداوند، این وعده و این امیدی بود که خداوند به آدم و حوا و نسل او داد. اما شیطان در طول تاریخ تمام سعی خود را کرد تا انسان‌ها که وعده خدا را در مسیر زندگیشون به راحتی میتوانستن فراموش کنن، در ناامیدی و افسردگی خود را مشغول سرگرمی های این دنیا کنن و مشغول نیازها و آنچه را که به عنوان حاجتشون هست بکنن و از هدف اصلی خلقت نیز دور بشن. از این رو در عهد عتیق شاهد بر این هستیم، گذشته از پیشگویی هایی که انبیا میکنن نسبت به آمدن مسیح که نجات دهنده خواهد آمد، نیز به انسان تذکر میدن تا فراموش نکنن وعده های خدا، تا فراموش نکنن کارهایی که خدا تو زندگیشون انجام داده، تا فراموش نکنن نیاز به یک نجات دهنده دارن، نه از جنس خودشون بلکه از جنس آسمان، از جنس خدا، بلکه خود خدا، که محبت او باشه بر زمین و دست این انسانی که در غرق شدن و هلاکت هست رو بگیره. شاعری میگه بران انجمن زار باید گلیست که فریاد رس را نمیدانن کیست. در کتاب تثنیه 8:13-14 از شریف میکنم، اعلام میکنه و هنگامی که رمه و گله و هنگامی که ماشینات، خوناها، نقره و طلا، دلارت، تجملات زندگیت و داراییتان افزایش یابد، نباید مغرور شوید به این که این من بودم اینها رو آماده کردم، این خلاقیت من بود، این تلاش های من بود، این زرنگی من بود که باعث شد من به اینجا برسم. به طور خاص ما که فرزند خدا هستیم، وقتی وارد کلیسا میشیم خدا ما رو برکت داده، مانند عزیزانی که لطف کردن گواهی دادن، برکت میتونه سلامتی جسم باشه. اولین برکت، برکت نجات هست، فراموش نکنید. نجات رستگاری هستش. میتونه توی امور زندگیت باشه، امور مالیت باشه. نباید فراموش کنی. بگی ای دیگه خدا منو برکت داده، توی این سلسله دارم میرم. من کجا کلیسا کجا؟ من کجا کلام کجا؟ ای بابا اینا چیزا قدیمی شد. اعلام میکنه نباید مغرور شوید و خداوند خدایتان را که شما را از اسارت، اسارت گناه، اسارت ندانم کاری ها، اسارت این که نمیدانستم چگونه عمل کنم تا زندگیم نتیجه خوب و مطلوب بده، از اسارت و بدگی در مصر بیرون آورد، فراموش کنید. در مصر میدونیم که در اصل نماد این دنیای گناهکاری است. اما گونه که میدونیم بدخویی، بداندیشی، بدگفتاری و بدرفتاری و تمام ناآرامی های انسان ها و رنج و ناامنی او محصولی است که متاسفانه از گناه پدید میاد.
و دلیل اسارت بشریت در مسیر هلاکت میباشد و برای رهایی از این تاریکی نیازمند به نوری هست که نه تنها این نور رو به رو بر راهش رو روشن کنه، بلکه این نور وجود خودش رو نیز روشن کنه از تمام اون تاریکی ها، طوری که در وجود اون نور مانند منور و روشنایی عمل کنه. نویسنده این مزمور 4:4-6 اعلام میکنه خشم گیرید، یعنی مانع خشم میشید، خشم گیرید و گناه مبرزید. پس جلوی خشمتون رو بگیرید و در گناه قرار نگیرید. در دلها بر بسترهای خود تفکر کنید و خاموش باشید. حتما برای همه ما پیش اومده وقتی توی نیازها هستید، تو مشکلات هستید، همین که سر رو میذاریم به بالش میکنیم، مغز تازه کار میکنه، شروع میکنه جستجو کردن این مشکل رو چیکار کنم، اونو برش چیکار کنم. میگه اون زمانی که میبینی این مغز تازه شروع کرده داره جستجو میکنه، مواظب باشی خود ساکت شو، بذار من صحبت کنم، بذار من آرومت کنم. چقدر فکر کردی به کجا رسیدی؟ چون وقتی خود تنهایی فکر میکنی، شاید یکی دیگه بیاد کنارت، اونم بره با تو فکر میکنه، ببخشید میشه آقا شیطونه و من و شما هر راه راستی دور میکنه، دروغ یاد میده، ریا رو یاد میده، کلک زدن رو یاد میده، توجیهات گناه رو یاد میده به ما. پس میگه خاموش باش لحظه ای. در مزمور 19:14 زیبا میگه نویسنده، میگه سخنان زبانم، میتونیم اینو اعلام کنیم با هم، سخنان زبانم و تفکر دلم منظور نظر تو باشد، ای خداوند که صخره من و نجات دهنده من است. آمین آمین. این دعایی هست که همیشه با قلبت اقرار و مبادا کسی دیگه برای من و تو اندیشه کنه. نویسنده اعلام میکنه قربانی های عدالت را بگذرانید و بر خداوند توکل نمایید. بسیاری میگویند کیست که به ما احسان نماید، چون تجربه نکردن نچشیدن، ولی من و شما چشیدیم این محبت رو. ای خداوند نور چهره خیش را بر ما برافراز، شادمانی در دل من پدید آورده ای، بیشتر از وقتی که قره و شیده ایشان افزون گردن، بیشتر از اینکه خداوند من یک باره ببینم بدهی خونم داده شده، من ببینم هیچ پیمنتی ندادم، من ببینم درآمد کلیسا چقدر عالی شده، مثلا اینقدر زیاد شده نمیدونیم چه کار بکنیم. میگه بیشتر از این حضور تو، وجود تو، محبت تو، عشق تو به من و عشق من به تو باعث شادی شده. نه به خاطر اجابت نیاز، تمام نیازهایی که دریافت میکنیم یک روزی ما باید بذاریم بریم، اون دیگه باعث شادی ما نمیشه، ثروته، قدرت، مقامه و و و و اون نخواهد شد. اما اون شادی که خدا در قلب ما قرار میده دلیلی خواهد شد که من مدام مشغول او باشم، با او در رابطه باشم. مشکلات هست، سختی ها هست، آرومم، ضعف جسمانی هست، اما روح من شفا داره، جسمم رو همش دلداری میده به صبر. شاعر میگه مشغول دل باش نه دل مشغول، فرهاد که باشی همه چیز شیرین است. آمین. عنوان فرزند خدا هستی، جایگاه خودتو بدون، تو فرزند خدا هستی، تو دختر خدا هستی، پسر خدا هستی، شاهزاده هستی، اقتدار و اتوریتی رو خدا به تو داده. اگر ناامید میشیم، اگر مایوس میشیم، اگر خسته خاطر میشیم، دلیلش این هستش که متاسفانه از اون آتشی که خدا به قلب من و تو روز اول داده دور شد. دلیلش این هست که از گواهی هامون خوب پرستاری نکردیم، اگر مجبور شدیم گواهی دادیم. کسای خوب گواهی های یادشون میمونه که اهل بشارت هستن، چون کسایی که اهل بشارت هستن مدام میگن، مدام میگن، هر کجا میرسن میگن خداوند در زندگی من چه کار کرده. این شخص شخصی است که ایمانش زنده و این شخصی هست که تو مشکلات و سختی آسیب نخواهد بود. و حال ما که ایمان داریم به مسیح، میباید این هوشیاری رو نیز
داشته باشیم که مبادا فراموش کنیم مسیح را، فیض خدا را فراموش کنیم. انجیل یوحنا 3:16 را که اعلام کرد، آنقدر ما رو دوست داره، عاشق ما هست که یگانه پسرش. فراموش کنیم انجیل متی 28:20 رو که گفت من تو را هرگز رها نمی‌کنم. مبادا فراموش کنیم. و همون گونه که عیسی مسیح از ما خواست در عشای ربانی به یاد بیاوریم، در انجیل لوقا 22:19 میگه این بدن من است، اشاره میکنه به اون نان که برای شما تسلیم میشه. در آیه قبلش اشاره میکنه به اون پیاله شراب که صحبت از خونش هست که ریخته میشه، بدنش که پاره پاره میشه. این بدن من است که برای شما تسلیم میشود، این کار را به یاد بود من انجام دهید. نه اینکه فقط تصور کنیم ما نانی رو میخوریم، اما آب انگور و یا شرابی رو میخوریم در عشای ربانی، چون مسیح این رو گفته، بلکه من به یاد میارم محبت و عشق مسیح رو که روی صلیب این عشق آنقدر عظیم بود که هیچ دردی رو احساس نکرد، هیچ توهینی روی اون تاثیر نذاشت. آب دهان بر صورت او پاچیدن، اما خودش رو بی حرمت ندید، چون میدونست برای جیگرش، برای عزیزش جانش رو داره میده. نگاهش به نجاتی بود که امروز نصیب من و تو شده، به نجاتی که مردم پیدا میکنن، به اینکه شیطان دیگه گروه گروه نمیتونه انسانها رو در جهنم. مسیح روی صلیب این گونه نگاه کرد. پس به یاد بیار عشق مسیح رو روی صلیب، به یاد بیار محبت مسیح رو روی صلیب، که چگونه بدنش پاره پاره شد، تاج خار بر سرش گذاشت، اما گفت خدای پدر از گناه اینان بگذر، زیرا اینان نمیدونن. اینها همونایی هستن که خداوند و من میخوام تو نجاتشون بدی، نمیخوام حتی اینها هلاک بشن. و این رو به یاد بیار و اونجا هستش که میبینی زندگی تو از عشق و محبت خدا پر میشه. به یاد آوردن کار مسیح نه تنها به یاد آوردن محبت اوست، بلکه به یاد آوردن اینه که ما در کنار مسیح امنیت و آرامش داریم و امید به حیات جاوید داریم. مطابق انجیل یوحنا 8:12 اعلام میکنه من نور عالم هستم، کسی که مرا متابعت کند در ظلمت سالک نشود بلکه نور حیات را یابد. یعنی گذشته از این که مسیح نور هست، این نور در وجود کسانی هست که به او ایمان آوردن و نیز عمل میکنه. و شاعر نیز اعلام میکنه این همه آسایش و آرامش از عیسی بود، ورنه ما را کی توانه رنج این دنیا بود. تو سختی ها، توی مشکلات، توی رنجات، توی دردهات هستی، یک ساله داری دعا میکنی، دو ساله داری دعا میکنی، چند ماه داری دعا میکنی و میگی آخه چی نشد. چرا شد؟ چون تو هستی، تو هستی، چون تو هستی. یه اتفاقایی افتاده، آرامشی که داری، صبری که داری، تحملی که داری، که باعث شده خودکشی نکنی، باعث شده بی حکمتی نکنی، باعث شده گناه نکنی، باعث شده خودزنی نکنی، باعث شده دگرزنی نکنی و در این صبر موندی. بدان شده، همین دعاها، همین امید تو به مسیح تو رو نگه داشته. اگر غیر از این بود تحمل این رو نداشتی، میگفتی هیچی نمیشه، کو مسیح کجاست، و دست برمی‌داشتی از ایمان خودت. این همه آسایش و آرامش از عیسی بود، ورنه ما را کی توان رنج این دنیا بود. در نشیب و در فراز و در گذرگاه های عمر، مهربانی ها و لطفش قدرت جانم بود. یعنی روح القدس که این قوت رو به من و تو میده که تحمل کنیم سختی ها رو، تحمل کنیم دردها و رنج هایی که در برابر ما. و کسی که با نور همراه و هم فکر باشد، فکرش روشنه، اعمالش نیز اعمال نیک خواهد بود، مانند خورشیدی که میتابه به ماه و ما شب ماه رو میبینیم، ماه رو تاریک نمیبینیم و نور اون روی زمین میاد و زیبایی میده و روشنایی میده. و اگر در حضور خداوند باشیم، این نور در من و تو هست، باعث برکت زندگی ما و حتی باعث برکت زندگی دیگران خواهد شد، تا اونها در اون جایگاه درست نیست قرار بگیرن.
در نامه دوم قرنتیان 4:6 اعلام میکنه، زیرا خدایی که گفت تا نور از ظلمت درخشید در پیدایش، همان است که در دلهای ما درخشیده تا نور معرفت جلال خدا در چهره عیسی مسیح از ما بدرخشد بر دیگران. از این رو ما نور و نمک هستیم، از این رو ما هرگز نباید مجال این رو بدیم حتی در سختی ها و مشکلات از این نور دور بشیم که مردم ما رو خسته خاطر، ترسان، نگران و ناامید ببینن، چرا که این مأموریتی نبود که مسیح به ما بده. بریم با هم دیگه نامه اول پتروس 2:9-10 رو بشنویم. البته امروز در سلسله مراتب درسی که منزلت پرشکوه نیستیم، قسمتی در رابطه با اشیای ربانی هستش که داریم میخواییم صحبت کنیم، ولی از اون درس نیز دور نیست. آیا همه بروشور دارن؟ عزیزانی که بروشور دارن دستا بره بالا. من لکن شما قبیله برگزیده و کهانت ملوکانه و امت مقدس و قومی که ملک خاص خدا باشد هستید. شما رو داره میگه، میدونستید دارد به شما ها میگه شما کی هستید؟ آیا آگاه هستید نسبت به آنچه که هستید؟ آیا همون مقداری که ایمان داری عیسی مسیح بهره گناهان بشریت روی صلیب رفت و مرد و خداوند تو هست، ایمان داری فرزند خدایی؟ ایمان داری شاهزاده ای؟ ایمان داری روح خداوند در تو هست؟ پس با این روح زندگی کن، با این نور زندگی کن، با این نمک زندگی کن. فقط به اکتفا به کلیسا و موعظه و این پرستش نکنید، ادامه حیاتتون همراه با این نور و نمک باشید. بله بفرمایید. تا فضائل او را که شما را از ظلمت به نور عجیب خود خوانده است اعلام نمایید، که سابقا قومی نبودید و الان قوم خدا هستید. آمین. که ما قبلا، من خودم از بکران اسلام هستم، الله پرست بودم، حسین پرست بودم، علی پرست بودم، من یه بت پرست بودم. من کجا و مسیح کجا؟ من کجا و یهوه خدا کجا؟ من چگونه میتونستم نجات پیدا کنم؟ بچه قوم توی خانواده متعصب اسلامی تا مرز رفتن اینکه کشته بشم، تیر بخورم به خاطر اسلام و باورهای اسلامیم، دست مسیح منو نجات بده. من کجا و این همه نیکویی خدا کجا؟ آیا قدر این محبت رو میدونیم؟ مبادا اومدیم در شهر فرنگ آمریکا فراموش کنیم، اونقدر از سیر نیازهای زمینیمون بشیم و قرائتوارایی که ایرانی ها بسیار دارن در این همین لس آنجلس، کار خدا رو فراموش کنیم. دیری نخواهد گذشت، این 100 سالم میگذره، ابدیتمون رو هوشیار باشیم کجا خواهیم داشت. بله. آن وقت از رحمت محروم اما الحال رحمت کرده شده ای. آمین. یعنی در محبت و رحمت اونیز ما هستیم. پس لازم هست به عنوان فرزند خدا به یاد بیاری در اشعای ربانی، صبحا در رازگاهان کلام خدا رو بخونی، در شامگاهان با او وقت بذاری، او که عاشق تو هست تو نیز با او بمونی، یک یار همیشگی بمونی. هر چقدر با کلام در روح خدا رو بشناسی بیشتر عاشقش میشی. لزومی نداره واعظ 4 ساعت با تو صحبت کنه، لزومی نداره یه جمله‌ای بگی بگی واه این چی شد. اصلا تو وجود دادی واه هست، این عشقا هست، این محبت هست. لئوناردو داوینچی اعلام میکنه عشق سرشار در صورتی به وجود میآید که از آنچه دوست دارید آگاهی فراوان داشته باشید. و اگر این آگاهی در ما باشه، مسلم بدونیم که نور و نمک در ما عمل خواهد کردش و در برابر این منزلت پرشکوه هوشیار خواهیم بود و مسئول نسبت به آنچه که خدا به ما داده. باز نیز در اول تسالونیکیان 5:5-6 اعلام میکنه کلام خداوند، زیرا جمیع شما پسران نور و پسران روز هستید. میتونید اعلام کنید ما فرزندان نور و فرزندان روز هستیم. هاللویا. از شب و ظلمت نیستیم. بنابراین مثل دیگران به خواب نروید، بلکه بیدار و
هوشیار باشید که چگونه باید عمل کنیم. همه ما میتونیم، انسانیم، خوبم میره، فکرمون میرسه کجا گناه رو توجیه کنیم. اما اگر میخوای گناه رو توجیه نکنی، آنقدر عاشق اون کسی باش که عاشقته که هیچی دلیل گناه تو نشه. آنقدر عاشق خدا باش که هیچ چیزی تو رو نتونه وسوسه کنه در مسیر گناه و به تو آسیب بزنه. اون موقع هستش که شما با پادزهر خوبی روبرو هستی که مجالی به گناه نمیدی، مجالی به اشتباه نمیدی، مجالی به آسیب خوردن و سقوط در هلاکت رو نخواهی داد. همه به خوبی میدونیم که در طول این 40 سال نظام اسلامی چقدر سخت گرفت به مردم برای رقصیدن، برای ساز، برای موزیک، و بالاخره مردم به نوعی عمل کردن که الان یه سری پیروزی ها دارن. اما خب ایدئولوژی اسلام و باور اسلامی همین گونه هستش. حالا اگر به نوعی بعضیا تعریف میکنن، اون توجیهاتشون هست، اما میبینیم کشورهای اسلامی همه روی این پافشاری دارن و نیروی انتظامی در طول این سالها سعی کرده توی مهمونی ها بره جلو موزیک رو بگیره، جلو رقصا رو بگیره. پسر جوانی که رقص رو دوست داشت و همیشه میرقصید، بارها نیروی انتظاماتون رو میگیره و میبره زندان، شلاق میزنه و بعد از مدت‌ها دوباره آزاد میشد، میمد دوباره میرفتن توی مهمونی، توی برنامه اینم داره میرقصه. آخر سر این فرمانده نیروی انتظامی ناراحت میشه، خسته میشه، میگه با این نمیدونیم چیکارش کنیم. میگه بیاریدش، من میدونم باید با این چیکار کنیم. میان اینو محکم میبندن، بعد میگه حالا یه دونه موزیک بابا کرم بذارید. این بزرگترین شکنجهشه. اگر من و شما از درون عوض نشیم، هیچ کس ما رو نمیتونه عوض کنه. عیسی مسیح هرگز نمیخواد من و تو به زور عوض بشیم. او آزادی رو به ما آموخته. اما اگر به آزادی این رو بپذیری، مطمئن باش که خداوند زندگی تو رو برکت خواهد داد. فقط ازش بخوا. بریم با هم دیگه انجیل متی 5:13-16 رو نیز داشته باشیم. شما نمک جهانید. آمین. میتونیم بگیم آمین. قبلا هم عرض کردم یه واعظی میگفت انقدر خوبه بعضی موقع بگیم تو کلیسا آمین. آمین یعنی تاییده، آمین یعنی مال منه، آمین یعنی قلبم این رو پذیرفته. یک بار دیگه این آیه رو بگید و با تمام دلت بگو، چون این مال تو هستش. شما نمک جهانید. آمین. لکن اگر نمک فاسد گردد، به کدام چیز باز نمکین شود؟ اگر ما فاسد بشیم، اگر ما که ایماندار هستیم، اگر تاریخ درباره مسیحیای قرون وسطا قضاوت بد کرد، روی بعضیا درست قضاوت کرد. اگر دید کشیش هایی بودن، خادمینی بودن، افرادی بودن به عنوان مسیحی ادعا کردن و خودشون تو ظلمت و تاریکی بودن، تو فساد بودن، اگر داوری کردن، به درستی داوری کردن. لذا که میبینیم مارتین لوتر خودش در برابر این کشیش هایی میسته که دست و افکارشون آلوده به گناه و فساد بود و بعد نهضت پروتستان نیز ایجاد میشه. پس اگر امروز ما به عنوان ایمانداران مسیحی که کلیسا میریم و اعمال و رفتار ما طوری باشه که مسیحانه نیست، در نور و نمک نیست، بر ما داوری بد میشه، چون کسی انتظار نداره. شما ببین توی محیط کارت یک بار فقط بگو من مسیحی هستم. حالا اونا مسلمونن، بهاییان، هر چی، خدا رو شکر برای وجودشون. یک بار اگر گفتی من مسیحی هستم، هر کاری بکنی بهت میگن نکن مسیحیه. ببین مسیحیه. برای همین خیلی از عزیزان لطف میکنن، هیچ موقع نمیگن ما مسیحی هستیم. میگن نکنه آبرومون بره. مسیح گفت مرا منکر نشید، منم شما رو منکر میشم. پس باید هوشیار باشیم به عنوان نور و نمک. بله، دیگر مصرفی ندارد جز آن که بیرون افکنده پایمال مردم شود. شما نور عالمید. شهری که بر کوهی بنا شود. آمین. نه اینه یه بار دیگه بخون بدونیم. شما نور عالمید. آمین. شما نور عالمید. میدید در طول هفته که گذشته چقدر احساس کردی به درد نمیخوری؟ بیارزشی؟ وقتی اینجا میگی آمین، اون باطل میشه. تو ارزش داری، تو به درد میخوری، تو برای خدا ارزش داری. خودتو سرزنش نکن، تو نور عالم هستی.
بدون کجا ایستادی. بله، شهری که بر کوهی بنا شود نتوان پنهان کرد و چراغ را نمی افروزند تا آن را زیر پیمانه نهند. پس خداوند بیهوده به ما این اسم رو نداده که ما نور عالمیم، ما نمک هستیم. خداوند میخواد از ما در همین مسیر استفاده کنه. آیا اجازه میدی به عنوان نور نمک؟ آیا تغذیه میشی از نور خدا؟ آیا تغذیه میشی در حضور خدا که این جنس نمکین خودتو داشته باشی؟ چون میگه نمک وقتی فاسد میشه حتی به درد کودم نمیخوره. میدونستی؟ نمک که فاسد شد پای درختم نمیتونی بذاری. آیا اجازه میدی؟ بله؟ بلکه تا بر چراغدان گذارند، آنگاه به همه کسانی که در خانه باشند روشنایی میبخشد. همچنین بگذارید نور شما بر مردم بتابد. به طور خاص ما ایرانی ها فراموش نکنید، مشتریت میاد سر کار، همکارت هست، اگر مسلمان هست خبر خوش نجات رو بده. اون نمیدونه، از کجا میدونیم اون چقدر خدا رو دوست داره. اکثر مسلمان ها خدا دوستن و حتی دست اگر میزنن به اعمالی که متاسفانه اون تروریست های اسلامی، بازم از خدا دوستیشون میاد که شیطان داره ازش استفاده میکنه. چرا من و شما اجازه بدیم شیطان از خدا دوستی اون استفاده کنه و ما استفاده نکنیم از این خدا دوستی؟ ما خبر خوش نجات رو ندیم با حکمت، ما گواهی به اونها ندیم تا اونها هم نجات پیدا کنن. آیا حیف نیست که ایرانی ها مسلمان باشن؟ چی فکر میکنید؟ به نظر من حیفه. به نظر من حیفه آخوندش هم مسلمان باشه. حیفه. اگر من و شما تا زمانی که به عنوان نور و نمک خوانده شدیم از این نور و نمک استفاده نکنیم، مسلمانان مسلمان میمونن. خدا رو شکر برای مسلمان. جنگی با ما هرگز مسلمان رو نقد نمی کنیم، اسلام رو نقد می کنیم. اسلام مورد نقد هست، اما مسلمان رو نقد نمی کنیم، خودمونم مسلمان بودیم. اما وقتی یک مسلمان خدا دوست هست، این مسئولیت دست من و شماست که خبر خوشو با حکمت، بازم میگم مواظب باشیم، این کلمه حکمت بعضی موقع سپر میشه، سپر ترسمون میشه. بعضی موقع این کلمه حکمت سپر این میشه که من نگران هستم، من توجیه گناهم رو میخوام بکنم. خیر، حکمت به تو قدرت میده، به تو توانایی میده، به تو میآموزه چگونه عمل کنی. به تو نمیگه فرار کن. میگه نه آره اینجا حکمت نیست، من بشارت بدم. نه، چنین چیزی ما نداریم. حکمت اینه که طریقش رو به تو میآموزه، نه اینکه تو رو مانع بشه. طریقش رو به تو میآموزه که تو چگونه بشارت بدی، باعث نجاتمون بشی. نه اینکه بگی این حکمت نیست، من اصلا اینجا بشارت نمیدم، اونجا کاری ندارم، اونجا نمیگم من مسیحی هستم. خیر، بله. تا اعمال نیکوی شما را دیده، پدر شما را که در آسمان است تمجید نمایم. آمین، آمین. که این دلیلی خواهد شد که نام مسیح نیز بلند کرده بشه و جلال پیدا کنه. این من و شما هستیم. فراموش نمی کنم سالها پیش توی ایران وقتی که مشغول کار زندگی و بیزینسم بودم، خداوند با قلبم صحبت کرد، روح القدس، تو اون محیط کار که تا شب صدها نفر میمدن میرفتن، یه تابلوی بزرگ من نوشتم، جلال از آن خداونده. ولی باور کنید هر موقع نگاه میکنم خودم میترسیدم، میگفتم الان یه کسی میاد اینجا گیر میده. و همین اتفاق افتاد، ولی گیر خوب بود، چون خدا که میدونه چی کار میکنه. بعد یکی اومد به من، دیدم یه آقای اومد، حدودا فکر میکنم نزدیک 80 سالش بود، با عصا بود، اومد گفت این جلال از آن خداونده میدونی یعنی چی؟ خب منم خیلی خوشحال شدم، گفتم الان براش تعریف میکنم. گفتم تا مادم بگم بله. گفت یعنی این خامنه ای هیچه، این اماما هیچن، این پیغمبرا هیچن. گفتم او چی داشت؟ ولی همین وسیله شد. ایشون که استاد دانشگاه بود، اسلام شناسی بسیار خوبی میدونست و من ایشون رو بشارت دادم، ایشون هم قلبش مسیح داد. و شخصی بود که 6 ماه تو ایران بود، 6 ماه تو اروپا بود، انجیل رو خونده بود، ولی میگفت این انجیلی که خوندم، منی که استاد دانشگاه هستم، تو به سادگی داری تعریف میکنی، به قلبم میشینه. اینو گفتم که فکر نکنید عزیزان، به قدرت و توان شماست، به قدرت و توان روح القدسه که در انجیل یوحنا 14:16 میگه من به جای تو صحبت میکنم، من لمسش میکنم. این مسح خداست، نه قدرت و توان شما عزیزان. بله، بریم با هم آخرین آیه هم نیز داشته باشیم. نامه کلوسیان 4:5-6.
لطفا خادمینم در کناری آماده بشیم برای سفره خداوند. از خادمی خواهش کنم آماده باشن. بفهمت خواهش کنم. زمان را دریافته پیش اهل خارج به حکمت رفتار کنید. زمان را دریافته، روزهای آخره، مسیح داره میاد. آمین. اگر مسیح داره میاد کوتاهی نکنیم. میریم آسمان ببینیم آسمان که رفتیم میوه هامون چند نفر هستن، چند نفر رو بشارت دادی. خدا رو شکر برای خدمتت، خدمت میکنی بشارت هم باید بدی. بله. گفتگوی شما همیشه با فیض باشد و اصلاح شده به نمک. آمین. اون نمک روح القدس میده با محبت. اگر میخواید به این نفرم انتقاد کنید انتقاد کنید، اما لطفا اول تشویقش کن این نمکشه. یه دفعه نرو سراغ این که تو همه چیزت بده. یه نگاهی کن به محبتاش، از محبتاش بگو و بعد اون مورد انتقادو بهش بگو. چرا که اگر شما هم اول انتقاد کنید اون جبهه میگیره. اینجاست که حکمت کار نمیکنه. حکمت در اینه که اول تشویق کنی، با عشق با محبت انتقاد کن. بله. تا بدانید هر کس را چگونه جواب یابد، جواب باید داد. آمین آمین آمین. شاعر نیز اعلام میکنه راه را باید ز شمع آموختن. شمع ما مسیح بود که روی صلیب رفت بهر گناهان ما، جان قدوس خودشو داد، سوخت تا ما امروز آزاد بشیم. راه را باید ز شمع آموختن، روشنی بخشیدن و خود سوختن. آتشی در قلب گلهای سحر با سرود عاشقی افروختن. یاد پیمانهای دشت لاله ها تا سحرگاهان به دل اندوختن. بر تن پاک شقایقهای صبح، بر تن پاک شقایقهای صبح جامعی در شأن عاشق دوختن. در شأن خداوندمون عیسی مسیح زندگی کنیم، سخن بگیم، عمل کنیم، نام او رو جلال بدیم. آمین. و برعکسش نیز برعکس کردیم، نام او رو جلال ندادیم، بلکه در چشم دیگران متاسفانه چه بسا باعث بدنامی یه مسیحیت و کلام خداوند شدیم. در کناری که لحظه سرهای خودمون رو خم میکنیم به آنچه که شنیدیم، از خادمی خواهش میکنم بعد از